گرامی داشت روز جهانی سندروم داون 21 مارس. در سال 2005 روز 21 مارس روز جهانی سندروم داون نامگذاری شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر سال 2006 کنوانسیونی را تصویب کرد که هدف از آن بهبود وضعیت زندگی معلولان در سراسر جهان است. این کنوانسیون تا کنون توسط بیش از 160 کشور از مجموع 193 عضو سازمان ملل متحد امضا شده است. کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، احترام به کرامت ذاتی، استقلال فردی از جمله آزادی انتخاب و تصمیم گیری، عدم تبعیض، فراهم کردن مشارکت کامل و ثمر بخش و تلفیق در جامعه، احترام به تفاوت‌ها و پذیرش افراد معلول به عنوان بخشی از تنوع انسانی و انسانیت، برابری فرصت‌ها، دسترسی به امکانات موجود، برابری زن و مرد، احترام به ظرفیت‌های در حال رشد کودکان معلول، احترام به حقوق کودکان معلول برای حفظ هویت. نام این سندروم از نام یک پزشک انگلیسی به نام جان لانگ دان داون گرفته شده است که برای اولین بار این سندروم را در سال 1866 توصیف نمود. سندروم داون که در گذشته مونگولیسم نیز نامیده می‌شد، یک بیماری ژنتیکی است. علت آن جدا نشدن کروموزوم شماره 21 مادری است که به جای دو کروموزوم حاوی 3 کروموزوم 21 می‌باشند. این بیماری دارای شاخصه‌های از جمله ناهنجاری‌های عمده یا خفیف در عملکرد رفتاری، گفتاری و آناتومی این بیماران می باشد. اما شاخص‌ترین ویژگی افراد داون صداقت، مهربانی و شادکامی است. از جمله علائم عمده و زودرس که تقریبا در همه بیماران به وضوح مشهود بوده را می توان مشکلات یادگیری و محدودیت و تأخیر در رشد و نمو اشاره کرد. افراد مبتلا به سندروم داون دارای توان ذهنی پایین تر از حد میانگین بوده و معمولاً دچار کمتوانی ذهنی خفیف تا متوسط هستند. متوسط میزان بروز این سندروم در جهان 1 در 600 مورد از تولد نوزادان زنده گزارش شده است و اشرف سماوات رئیس اداره بیماری های ژنتیک وزارت بهداشت آمار وجود این سندروم در ایران را حدود 5% از کل جمعیت ایران اعلام کرده است. متاسفانه قریب به 60% بیماران این اختلال ژنتیکی دارای مشکلات قلبی هستند که 40% از این گروه نیازمند عمل جراحی قلب می باشند. افزایش این سندروم در جهان با بالاتر رفتن سن بارداری مادران و همچنین عواملی چون ازدواج خویشاوندی رابطه مستقیم دارد. شهروندان مبتلا به این سندروم تا 60% در ابتلا به بیماری چشمی همچون آب مرواری و 75% در ابتلا به مشکلات شنیداری نسبت به سایرین در معرض خطر هستند. بر اساس آمار جهانی، تنها 57% از بزرگسالان مبتلا به سندروم داون شاغل می باشند و از این رقم تنها 3% به صورت تمام وقت مشغول کار هستند که این آمار تقریبا در ایران نزدیک به صفر است. سندروم داون درمان ندارد و تنها آموزش و مراقبت می تواند کمکی به مبتلایان باشد. بهره گیری از خدمات پزشکی مناسب و بهره گیری از مراکز توانیابی و آموزش و آگاهی خانواده ها کمک شایانی به افزایش امید به زندگی این قشر از جامعه خواهد کرد. امید به زندگی مبتلایان تا سال 1910 به طور میانگین تا 12 سال بوده. این روند تا سال 1980 به 25 سال و با رشد آگاهی و آموزش‌های لازم به این گروه در 2 اخیر به 50 الی 60 سال افزایش یافته است. با رشد فرهنگ عامه و آموزش‌های خانواده‌ها و دانش آموزان و ایجاد ده‌ها کانون و انجمن حمایتی مسبب حضور بیشتر این افراد در جامعه نسبت به سابق گردیده است. تأسیس مراکز شبه کارآفرین همچون کافه داونتیسم، کافه‌ای که در آن افراد مبتلا به سندروم داون و اوتیسم در تهران پس از گذراندن آموزش لازم جهت پذیرایی و راهبری مشغول کار هستند، اقدامی زیبا و مفید در روند حضور مؤثر این افراد در بطن جامعه بوده است. کافه داونتیسم که با ایده خانم آیلین آگاهی در تهران در سال 1397 راه اندازی شد، زمین ساز اشتغال چندین جوان که دچار این اختلال هستند را فراهم ساخته و تأثیر بسزایی در حضور مثبت این افراد در جامعه داشته است.
ایجا هم سپاس است، داغ هم سفاس است، ایجا خیلی گونه است هم بزرگه. من از درم خودم، از قلبم واقعا از خلال آقایی تشکر میکنم. سه تا سیپونز بده. سه تا؟ آره. بله همین؟ بله، سه تا. بعد از اینکه خب مدرسهشون تموم شده کنار توی خونه بودن و هیچ وقت این فرصت در اختیارشون نذاشته شده که خودشون رو نشون بدن، توانمندی‌هاشون رو نشون بدن و اینکه خیلی وقتا خانواده‌ها فکر میکنن که شاید این کار سخته یا این کار نباید بچه انجام بده یا از عهده‌اش بر نمیاد، به خاطر همین هم تا حالا وارد جامعه نشدن. وقتی این موقعیت‌ها رو ما براشون درست بکنیم، در اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت قید شده است که تأمین دسترسی عادلانه به خدمت سلامت همچون برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی در راه ماندگی، حوادث و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه از وظایف دولت است. و در اصل 43 بند 1 این قانون گفته شده است که تأمین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه ضرورت دارد که متاسفانه این حقوق در کشور ایران برای شهروندان رعایت نمی شود. دکتر آزاده عباس‌زاده مدیر عامل بنیاد کشوری سندروم داون علاوه بر وجود مشکلاتی که این گروه از جامعه با آنها درگیر هستند به نبود بیمه درمانی نیز اشاره کرد و گفت پس از تصویب لایحه جامعه حمایت از حقوق معلولان و با توجه به محتوای ماده 6 این لایحه، مسئولیت پوشش بیمه افراد سندروم داون به صورت صریح بر عهده وزارت بهداشت قرار گرفته است. اما اقدامی از سوی این وزارتخانه برای حل مشکلات بیمه‌ای بچه‌های سندروم داون صورت نگرفته است. با استناد به ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر که بیان می‌کند هر کس حق دارد که سطح زندگی، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک، مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی را تأمین کند. و همچنین حق دارد در موقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوه شدن، پیری و یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان وسایل امرار معاش از بین رفته باشد، از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود و تمام مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند. و همچنین با استناد به ماده 6 از لایحه جامع حمایت از حقوق معلولان و اصل 29 و اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ما فعالان حقوق بشر خواهان برقراری عدالت اجتماعی، تأمین خدمات استاندارد و آموزش و پرورش صحیح برای تمام شهروندان جهان به خصوص برای شهروندان کشور ایران فارغ از هر گونه تبعیض هستیم. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.